سلام بچه‌ها، امیدوارم حالتون عالی باشه. تو این جلسه میخوام بهتون نورپردازی خطی رو یاد بدم که یه همچین نورپردازی خطی رو بتونیم با هم دیگه خیلی راحت انجامش بدیم. پس تا تیم دوم همراه باش که خیلی راحت یادش بگیریم. خب بچه‌ها ببینید، توی بازار الان نورهای خطی خیلی زیاد شده. دقت کنید، یه همچین نورهایی که توی فضاهای مدرن اصولا میاد کار میشه و مدل‌های خیلی متنوعی وجود داره که من یه همچین مدلی رو تو ذهنم داشتم که خیلی سریع بتونم بهتون آموزش بدم. برای همین من میام این مدلی که اینجا درست کردم کلن حذف میکنم که از نو با هم دیگه بتونیم بکشیم. میام تو نوای فرانت و میام توی کرایت، اینجا میام توی ابزارهای سه بودیم یه باکس برمیدارم. ببینید یه باکس به این شکل من میکشم، درسته؟ یه باکسی کشیدم اینجا. میام توی مودیفایش که تنظیمش کنم، ارتفاعش رو مثلا میذارم روی 4 متر، طولش رو همون مثلا 25 متر خوبه و عرضش رو روی 2 متر میذارم. یه همچین حالتیه. برای شما مطمئنا سگمنتی نداره. من سگمنت براش اضافه کردم که بتونم اون نورها رو داخلش بذارم. حالا مثلا یه ذره زیادترش میکنم این سری. و یه دونه هم سگمنت این وسط اضافه میکنم که شبیه به این بشه دیگه، یعنی تا نصفه بیاد، تا این ورش نره. میخوام چیکار کنم حالا؟ کلیک راست، کانورت تو ادیبل پولی. یه دونه متریال ساده خام بهش میدم به این شکل. یه متریال سفید ساده. میام توی پولیگان و اینجا میام این قسمت رو انتخاب میکنم، میام این قسمت رو هم انتخابش میکنم به این شکل. ببینید به این شکل میام انتخاب میکنم و دیتیچش میکنم این رو که جدا بشه از اونی که حجمم، درسته؟ الان دو تا حجم شدن. در واقع من اگه بخوام موورش بکنم، ببینید که این یه حجمه، اینم یه حجمه. حالا میام اینو هایدش میکنم، فقط این بمونه. خب میام سراغ ایج ها، بعد این ایج ها رو بگیرم. حالا ببینید میام این ایج ها رو میگیرم اینجا، این قسمت هایی که نمیخوام رو دیسلکتش میکنم، آلت رو نگه میدارم و روش به این شکل میکشم که دیسلکت بشه. حالا من یه ذره طولانیش کردم و تعداد سگمنت رو زیاد کردم، یه ذره طول میکشه، ولی در هر صورت باید این کار رو بکنیم. حالا میام زوم میشم روی یکی از این ایج ها، کلیک راست میکنم، اینجا چنفر رو میزنم. دقت کنید چنفرم به یه همچین شکلی تبدیل میشه. اینجا عدد یک رو میام صفرش میکنم و اینجا محدوده ای که میخوام این در واقع نورهای خطی من باشه رو مشخص میکنم. مثلا اینجا من زدم 4 سانتی متر، اوکیش میکنم. حالا میام سراغ پولیگان، درسته؟ میام سراغ پولیگان، کل این پولیگان ها رو میگیرم و میام اون قسمت هایی که نمیخوام رو دیسلکت میکنم. اینجوری خب یه ذره راحت تر میتونم من سلکت اون قسمت ها رو انجام بدم. ببینید به این شکل میام من دیسلکتش میکنم این رو، خیلی راحت. خب دیسلکت شدن، این قسمت هم باید فقط دیسلکت بشه، درسته؟ حالا متریال تو رو باز میکنم، میام اینجا یکی از متریال های خام کلیک میکنم، میام روی ویری MTL کلیک میکنم و یک ویری لایت MTL رو بهش میدم. شدتش رو مثلا من روی 100 میذارم و این رو اعمال میکنم به این قسمت ها، درسته؟ بیا الان همچین چیزی تبدیل شد اینجا. آن های آل رو میذارم و میام توی نمای تاپ دوباره، میام سراغ کریت برای دوربین گذاری. میام دوربین رو برمیدارم اینجا میزنم، میام سرور ویری و یک ویری فیزیکال کامیرا رو میام از اینجا میگیرم میکشم این شکل، درسته؟ میام توی نمای فرانتم سی رو میزنم که بیاد تو نمای دوربینم. دوربینم میزنم میرمش بالاتر که جای مناسبی قرار بگیره، مثلا اینجا براش مناسبه، اوکیه اینجا، درسته؟ تا اینجای کار متوجه شدید دیگه. هیچ کار خاصی هم تا حالا نکردم روی دوربینم و هیچ نوری هم ندادم. خب تنظیمات رندر رو باز میکنم. بچه ها تنظیمات رندر رو من پستش رو گذاشتم، حتما برید ببینیدش، ولی اینجا یه مختصر توضیح میدم. خیلی ساده اومدم گذاشتم، ایمیج اسپکتم رو 1 گذاشتم که حالت مربع واسه من رندر بگیره، روی 1000x1000 پیکسل. ویری هم کار خاصی باش نکردم، توی جی آی هم کار خاصی نکردم، ستینگ هم همینطور. توی رندر المنت هم فقط یه دونه دینوزر گذاشتم با یه دونه لایت میکس که اصلا نیازی هم نیستش، فقط کافی کنم من رندر رو بزنم. بچه رو ببینید هیچ اتفاقی نیفتاد. چرا؟ چون یه کاری نکردیم. چیکار نکردیم؟ ببینید بچه ها، هر آبجکتی که ما میسازیم اصولا به صورت پیش‌فرض این رویی که توی رندر میفته به سمت بیرونه. ما چون از داخل این حجم میخوایم استفاده کنیم، باید این در واقع نرمالش رو برعکس کنیم. برای همین من میام جفت اینا رو انتخاب میکنم و یک توی مودیفای لیستم یه مودیفایر نرمال بهش میدم. ببینید نرمال. این باعث میشه که این برعکس بشه. الان اگه رندر بزنم دیگه نباید سیاه بیفته. ببینید کاملا داره اون رندری که من میخوام، حالا مثلا حالت اینتراکتیو که سریعتر رندر بشه، اون رندری که من میخوام رو دقیقا به من میده. ببینید حالا من یه ذره بازیگوشی کردم که این یه ذره فریمش بزرگتر شد.
ببینید کاملا اون نوری که من میخواستم رو بهم داره میده. حالا برای شما باز همین افکت نوره فعال نیست، حالا داره رندر جلوتر میره، یه ذره جلوتر بره تمیزتر بشه، شما کافیه که روی لنز افکت بیاید و اینجا فعالش بکنید، بیایید انیبل بلوم رو بزنید اینجا و مقدار اینتنسیتیش رو کنترل بکنید. ببینید افکت نور رو هم شما خیلی راحت میتونید به دست بیارید و یه همچین نور پردازی خطی رو انجام بدید. امیدوارم که از این آموزش نهایت استفاده رو برده باشی. اگه خوشت اومد لایک و کامنت یادت نره و اگه از اکسپلور داری این پست رو ببینی حتما بیا داخل پیجم، کلی آموزش رایگان و جذاب برات گذاشتم که میتونی از همشون استفاده کنی. ممنون از اینکه این ویدیو رو تماشا کردی. وقتت بخیر و خدا نگهدارت.